اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. شهر من خالی شد از آوازها، از شکوه و شوکت پروازها. شاعران در بند و زنجیر فقیه، خاموش آوای کمان و سازها. مهربانانم از اینجا رفتند، جایشان خالی است آن دلنازها. روزگاری جان به جانان می زدیم، هم نوا بودیم با همسازها. ره به دیدار رفیقان می زدیم، اصفهان، تبریز و هم اهوازها. از خراسان تا به کردستان شدیم با همه گودال و دستاندازها. ما یکی بودیم و دل سرشار دوست، هم سفر بودیم ما همرازها. آمد از ره مرد مرگ و نیستی، با تبر زد گردن شهبازها. علیرضا نوریزاده، پنج شنبه نهم مرداد، سیوم ژوئیه، به شما سلام. شیخ حسن دروغگوترین دولت مرد ایران در طول تاریخ، چون هیچ وقت کسی رو بنزه او دروغ نیده بود. میگوید که واگذاری جزایر رو دریا و فروش دماوند، اینا همه دروغ شایعات دشمن ها. خب مهمان امروز من این چرا قوش همینجوری میچرخه تو این حفره های خیانت، میدونه که سپاه قدس سر تا پا فساد و آلودگیه. فقط قاسم سلیمانی 5 میلیون از امیر قطر نگرفت، از مقاطع کار گرفت. زنانی رو که از لبنان میبرن سوریه برای آقایون. میرسیم بهش. درود به دکتر سازگارای عزیزم، و همون اولم ازتون میپرسم که راجع به روحانی چی فکر میکنی؟ عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. والا دولت آقای روحانی به گواهی آمار، یعنی از سال 92 تا کنون، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌ها بوده. یعنی نرخ رشد اقتصادی، نرخ کاهش رشد اقتصادی تا صفر، یعنی متوسط دوره ایشون تقریبا صفره، یا رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی و همینطور سایر زمینه ها، وقتی شما نگاه میکنید یکی از بدترین عملکردها رو داشته. ممکنه ایشون بره پشت این قایم بشه که خب امریکا تحریم کرده و سیاست خارجی هم دست او نیست، مثلا خامنه ای این کارها رو میکنه، بنابراین او المعمود و معذوره. ولی این در پیشگاه مردم و در پیشگاه تاریخ، و اگر به خدا اعتقاد داشته باشه در پیشگاه خداوند، این عذر مقبولی نیست. شما یک مسئولیتی داری، کاری رو باید بکنی، و وقتی این کار رو نمیتونی انجام بدی یا عواملی نمیگذاره انجام بدی، در خروج رو که رو بد نبستن، خب
استعفا بده بذار کنار بگو میخواستم این کارا رو بکنم، خامنه ای نمیذاره مثلا. یا بیس وایسا، مردم بهت رأی داده بودن، پشت سرت بودن، نه الان. اون اولی که بهت رأی دادن میتونستی با تکیه به مردم خیلی درها رو باز بکنی. این به لحاظ کلی واقعا نگاه به دولت ایشون، به لحاظ تک تک وزارت خونه هاش هم که نگاه کنیم، متاسفانه آقای دکتر نوریزاده دولتی بسیار ضعیف، بسیار ناتوان. یعنی الان 7 سال نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه است. یکی از ضعیف‌ترین رؤسای سازمان برنامه بودجه تاریخ مملکت ماست. وزیر اقتصاد ایشون یک کارشناس درجه چندی که با فقط مداهنه خودش رو بالا کشیده وزیر اقتصاده. رئیس بانک مرکزی از اینها ضعیف‌تر. یعنی این ستا رو میگم برای اینکه ساختار حکومت ایران به گونه ایست که قلب اقتصاد به دست این 3 نفر باید بزنه. یکی از یکی ضعیفتر، بی‌لیاقت‌تر، بی‌تخصص‌تر و سرگشته‌تر و سرگردان‌تر. به سایر وزراش هم که میرسیم همینجوره. شما نگاه کنید عملکرد وزارت بهداشت رو در مقابل یه بحرانی مثل کرونا نگاه کنید، چقدر سردرگم، چقدر آشفته، چقدر دروغگو، و حاصلش هم اینی که شما میبینید. حاصلش همه ایتالیا رسما اعلام کرد که دیگه حتی یک دونه ابتلای جدید نداره. اون وقت در ایران ببینید موجی بزرگتر از اول برگشته، این فاجعه رو در کشور خلق کرده که واقعا تأسف باره و این از یاد ملت ایران نخواهد رفت. یا ببخشید یه سوالی من اینجا هست، اینی که آقای روحانی بالاخره گزارش ها از من و شما دقیق تر به دستش میرسه، میدونه چه خبره؟ آخه 250 تا مردن یا 240 تا 200 تا مردن، آیا یک ذره شرافت انسانی نمیاد وسط که آقا این روزه خونی رو حالا تعطیلش کنی، خصوصی بکنی تو خونه؟ بله. وزارت بهداشت هم اخطار میده، این دیگه خیانت نیست؟ این واقعا خیانت به مردم نیست؟ حتما هست، حتما هست. ببینید آقای روحانی به قول شما قطعا از ما بهتر دقیقتر آمار داره. اولا من عرض کردم یک بار دیگم، من از ابتدای این همگیری ویروس کرونا در ایران اعداد واقعی را از طریق شبکه پزشکی سعی کردم دریافت کنم، مطابقت دادم. به طور متوسط هر عددی که دولت اعلام میکنه شما باید ضرب در 10 بکنید تا به عدد واقعی مرگ و میر برسید. یعنی اگه میگن 16,000 نفر مردن، حدود 160,000 نفر مردن از کرونا. و اعداد ابتلا یعنی نزد اونایی که آشکار میشه، اون 20% که میگیرن و علائم درشون بروز میکنه، اگر حکومت میگه مثلا الان نزدیک 300,000 نفره، شما باید ضبط 14 یا 15 بکنید، یعنی 4.5 میلیون نفر باید برآورد کنید. منتها قبلا هم عرض کردم یک کلاه شرعی سرش گذاشتن، میگن هر کی رو ما با کیت تست کنیم و مثبت باشه میگیم مبتلا، هر کی رو هم که از بین اینا که با کیت تست کردیم مثبت بوده اگر فوت کنه میگیم مرگ بر سر کرونا. تقریبا هم این ضریبش همین 1/10 و اون طرف هم 1/15. بنابراین آمار دروغ رو وقتی تحویل میدن آقای روحانی قطعا آمار درست رو لابد داره، اگه نداره که وا مصیبت. و اون وقت ببینید ایشون اخیرا مثل که کشف کرده، مثلا میگه 25 میلیون ایرانی گرفتن بر اساس اون روش سنجش در واقع که وزارت بهداشت برآورد کرده بود. و 35 میلیون دیگه هم میگه. خب یکی باید تو سر ایشون بزنه بگه که یه بار دیگه نطق اون خانم مرکل رو روز اولی که بیماری به آلمان رسید بشین گوش کن. ایشون اون نطق بسیار دقیقش گفتش که اینهایی که میمیرن عدد نیستن، آدم کشتش. و ما حساب کردیم، گفت با توجه به امکانات کشورمون، تخت بیمارستانی، اتاق
ICU و غیره، اگر رهای رهاش بکنیم هر سه روز مبتلا ها میشه دو برابر، ولی اگر بتونیم برسونیم هر 16 روز دو برابر، اون وقت امکانات بیمارستانی ما جواب میده. سرعت سرایت رو باید کم کنیم بیاریم پایین، و بر اساس این عدد رو وقتی بر اساس امکانات درمانیشون در وردن برنامه ریزی کردن، فاصله گذاری های اجتماعی، تعطیلی مراکز غیر و غیر و همه رو بر اساس این تنظیم کردن، و واقعا آلمان ها بعد از 3-4 هفته دقیق رسیدن، گفتن الان رسیدیم مثلا بیشتر از 16 روز هم هر 17 روز دیگه احتمالا دو برابر میشه، بنابراین امکانات درمانیمون کفایت میکنه، میتونیم مبتلاها رو نجات هم بدیم. اینقدرم خوب پیش رفتن که حتی تخت ICU اضافه آوردن، از فرانسه و ایتالیا می آوردن بستری میکرد. حالا آقای روحانی بعد بگی شما اینی که اگه عقلت نمیرسه، اگه نمیتونی باور کنید، دوستان ما در آلمان با دولت آلمان هم صحبت کردن، پیشنهاد دادن به ایران که همون تیمی که برای آلمان برنامه ریزی کرد آمادگی دارن کمک بدن، برای ایران هم برنامه ریزی کنن. اگه عقلتون نمیرسه، اگه نمیتونید این کارو بکنید. یه پرانتز باز کنم، زنده یاد رفیق عزیزمون دکتر ثابتیان از رهبران کنفدراسیون زلزله در لار اومد، دکتر ثابتیان و یه عده دوستان همه کنفدراسیونی یه تیم شدن اومدن ایران، با حرمت رفتن تو لار، چادر زد، آسیبدار مالجه کردن، بعدم با احترام پاشدن برگشتن. آقای اردشیر زاهدی داستان اینو قشنگ میدونه، مهدی خانبابای تهرانی عزیز میدونه، خود ثابتیان هم نوشته هم تعریف کرده. میخوام بگم حتی مخالفان اون رژیم اون زمان مجال پیدا کردن برن به هموطنانشون کمک کنن. حالا شما دارید میگید تو آلمان این تیم آماده است برای رفتن و کمک کردن، مثل اینکه ایران فقط برای آقای پروفسور سمیعی راه میده که ایشون نبض آخوندان خود میگیره. امروزه دور زمونه است که برای دست کم برای برنامه ریزی حتی به رفتن احتیاج نیست، روی شبکه‌های اجتماعی میشه جلسات چندین ساعته گذاشت، کار کرد، برنامه ریزی کرد، یا کارهایی که در امریکا دوستان ما کردن. امریکا به هر حال ثروتمندترین کشور دنیاست، کمک بکنن به ایران وسایل برسونن، خب درش بس، کمک کنن ونتیلیتور ساخته بشه. ونتیلیتور الان همه کارهای فنی شده، سپاه دست گذاشته، هیچکی نباید دست بزنه، من خودم میرم واردات میکنم، یه مش آشغال چینی آورده که بعضیش واقعا خطرناکه به مریضا ببندن، بعضیش هم که اصلا کم بوده و غیره. میخوام بگم آقای روحانی شخص خودش هم به نظر من بین رؤسای دستگاه اجرایی کشور، رئیس قوه مجریه کشور، از بازرگان تا الان دوره بعد از انقلاب ضعیف‌ترین رئیس دستگاه اجرایی است که تا به حال اومده. یعنی مشخصات بالاخره مدیریت دولت یه مینیمومی از مدیریت احتیاج داره. ایشون در راهبری هیئت وزیران و مدیرانش هم بسیار ضعیف، بسیار ضعیف. و شما به این ماجرا اضافه کنید دروغگویی ایشون، دروغگویی که سرگشته سرگردون، یه مش واعظ منبری ایشون میاد انگار سر منبر نشسته دروغ میگه، دونگ میگه، آخرین شاهکارش هم همینی که میخواد باج بده به یه مش روزخون و مداح. سعید حدادیان این مداح چاقوکش آقای خامنه‌ای گفته ما میمیریم میستیم، و از خیابون انقلاب تا آزادی ما دسته را میندازیم، نمیدونم تکیه ها نمیشه تا چه، یا یه مش واعظی که 10 میلیون تومان میگیرن از مالیات معاف، 100 میرن بالای منبر چرت و پرت تحویل میدن، صداشون در اومده که ما کاسبی نکردیم، جهنم که نکردیم، مگه بقیه مردم کردن کاسبی؟ یعنی در این روزگار شما بری منبر یه درم جمع کنی کرونا بگیرن چون جیبت خالی شده به لحاظ پولی، یا این مداهای لات در شود بعضیشون آدم کش واقعا، و برای اینکه به اینا باج بده، برای اینکه دکون اینا تعطیل نشه، برای اینکه
عرض شود فکر میکنه قدرت جمهوری اسلامی رو همینا نگه میدارن، بیاد بگه که مراسم محرم نباید برگزار بشه غیره. مگه عزای امام حسین که حالا یه سنت خیلی، این همه کار تو دنیا تعطیل شده، عربستان حج رو تعطیل کرد، شروع شده مراسم حج 10,000 نفر به جای 2,000,000، 10,000 تومان هم از داخل خودش فقط اجازه داده و اون هم با حفظ فاصله اجتماعی. عکس ها و فیلم هایی که اومده قشنگ 2 متر فاصله این 10,000 تا آدم، هم در طواف هم در نماز هم در همه چی، همه با ماسک، تیم هم وایساده، تب اندازه بگیر، نمیدونم حج که دیگه یه امر به اصطلاح برای مسلمانانی که استطاعت دارن یکی از عبادات واجبه، خب تعطیلش کرده برای اینکه حفظ جون. من درون دینی میگم، از منطق فقهی خود آقایون میگم، حفظ جان اوجب واجبات، یعنی دیگه وقتی پای جون وسط میاد، حکم خود آقایون و فقها هم این است که شما میتونی گوشت مردرم بخوری، میتونی هرچی که حرامه، میتونی نماز رو تعطیل کنی اگه جونت در خطره. آخه این چه جور استدلالیست که دو تا سازگار مسیح، شما مسیح مهاجری رو خوب میشناسید، یا آخوند تندرویی که گفتن یک چشم نداره دنیا رو یک چشمی میبینه، اما همین آدم اومده به روحانی نوشته آقا جون جون مردم اوجب واجبات است، به اضافه این که عزاداری عاشورا مستحبه، یعنی یه چیز واجب نیست که شما باید جزو اصول دین این کار حتما بکنید. تو خود عراق آقای سیستانی گفته نکنید، یعنی خیلی روشن در اونجایی که قبر امام حسین نمیدونم حضرت عباس اون کار رو کردن. ولی روحانی، ببینید آقای دکتر سازگاره، در این حال یادتون باشه روحانی ذاتن روزه خونه، یعنی رئیس جمهوری بیاد جلسه یا دولت رو با روزه افتتاح بکنه، خودش روزه خونه، یعنی کاملا آدم حداقل اینجا تفاوتشو با آقای خاتمی میتونه تشخیص بده، این روزه خونه. و حالا دکونشون هم به قول شما میترسن تخته بشه دیگه، خیلی دقیقاً, دقیقاً. اصلا آقای دکتر توی این حکومت جمهوری اسلامی خب روحانیت قدرت اصلی رو به دست گرفت، اگرچه حالا با روحانیت امنیتی اطلاعاتی با یه بخشی از نظامی ها قاطی شده قدرت رو دارن، ولی بین اقشار مختلف روحانیت این وعاظ و روزخونه هستن که در مصدر، من خود خامنه ای پیشینش چیه؟ یا آقای روحانی یا آقای ناطق یا یعنی اونایی که در سطح مثلا مدرس حوزه بودن یا امام جماعت مسجد بودن، مشاغل روحانیت شیعه ایناست دیگه، تعداد اندکی مرجعن، الباقی مثلا تعدادی هم مدرس حوزن، بیشترینشون امام جماعت مسجدان، بعد وعازن و منبری ها. منبری ها چون رو دارن و آواز میخونن و صدا دارن، درآمدشون از بقیه بهتره. اینها شما ببینید وعاظ در واقع تو این مملکت شدن صدر قدرت. بله. و آقای روحانی هم بله منبری خوبی بوده، خوب منبر میره، هنوزم خوب منبر میره، حرف میزنه، ولی دریغ از یک جو عمل، یک جو تخصص، یک جو مدیریت، یک جو فهم مسائل مملکت. ایشون دلش برای چه میدونم 4 تا واعظ مفخور میتپه باید برگزار شه، بهشون میگه آقا این نشکر هفت‌تپه 40 و چند روز کارگرا وایسادن میگن چرا حقوق ما رو نمیدی، این همه کارخونه کشور به افلاس رسیده و کارگرا چند ماه حقوق نمیگیرن، این همه بیکار داری، شما برای اینا چه فکری آخه کرد؟ کجا باید به فکر این مردم باشن؟ خامنه ای که تو مالی خولیا به سر میبره و مریضم شده افتاده یه گوشه و چیز، شما هم که رئیس دولتی دل بسه محرم بیشتر میسوزه تا زن و بچه مردم که با فقر، گرسنگی، بیماری، بیکاری و ده ها مشکل دیگه دارن دست و پنجه نرم. دو تا سازگار به خوب موضع اشاره کردی، مسئله خامنه ای، چون مرتب ما این شایعات رو میشنویم که آقا حالش خوب نیست و این غیبت کبرا هم که همینجوری ایشون هر از گاهی عروسک پشت پرده 10 دقیقه ظاهر میشه و اون مراسم دیدارش با مصطفی کاظمی که واقعا آبروریزی بود و من چه مطالبی خوندم
حتی همراهان کاظمی در راه بازگشت و هواپیما از او کد کرده بودند که چقدر از این بی‌حرمتی خامنه ای عصبانی شده بود و میخواسته جوابشو به داله خیشتنداری کرده که آقا اومده اونجا برگشته گفته آقای قاسم سلیمانی ما رو توی سرزمین شما کشتن و ما انتقام میگیریم. خیلی به کاظمی بر حالا چیه آخرین خبر از خامنه ای دارین چه مردم علاقمندم بدونن؟ حالا ببینید آقای خامنه ای به هر حال الان 81 سالشه. بله. ایشون دو تا بیماری قطعا داشته. من از روی تیم پزشکی ایشون میگم. یکی افسردگی دپرشن. اصولا خانواده خامنه ای همشون دارن. یعنی یه ژن ظاهرا افسردگی توشون هست و شل و سفت هم میشه در ایشون. تمام این سالیان هم باهاش. یکی هم سرطان پروستاتی بود که متاستاز داده ظاهرا، من اینو 100% نمیتونم بگم، به استخوان و دردناکه ولی نمیشه. به هر حال مهار شد. سرطان پروستات سرطان کشنده ای نیست مگر در مواردی خیلی خیلی نادر. اما اخیراً 3-4 ماهی است که بیماری قلبی هم به کلکسیون مریضی هایشون اضافه شد. یک حمله قلبی قطعا داشته و از بعد از اون داره قرصای قلبی میخوره، قرصایی که هر بیمار قلبی هم میخوره و همین باعث شده که حجم کارش هم پزشکاش بهش گفتن باید کم بکنه و ملاقاتاشو محدود بکنه، حتی کارهای دفترش هم کم بکنه. این باعث شده که میدونید چه اتفاقی افتاده؟ آقای خامنه‌ای که 32 ساله با اصرار تموم سرنخ همه چی رو به خودش وصل کرده، یعنی از تعیین سفرا شما بگیرین تا فرمانده های نظامی سه رده پایین تر از خودش، تا بازجوی زندان اوین به خودش گزارش بده، تا مسائل مالی اقتصادی هرچی، تلویزیون برنامه تلویزیون رو بگیره تیم نامش رو بخونه بغلش نمیدونم نظر بنده، تا یه موقع علی لاریجانی به من میگفت تا اعضای شورای ممیزی تئاتر رو خودش نظر بده تعیین بکنه. یه دیکتاتوری که به تمام جزئیات رو به خودش وصل بکنه. حالا این آدم که همه چیز مملکت رو به اصرار به شخص خودش وصل کرده، این شخص الان غایب شده است. این شخص الان ناتوان شده، ناتوان که بود در مدیریت، ناتوانتر شده، غایبه. در نتیجه شیرازه خیلی کارا که به خودش وصل بوده رها شد. به سرعت پسرش آقازادهشون رو آقا مشتبه داره آماده میشه که کارا رو بگیره دستش، هر خیلی چیزها رو به خودشون به پسرش وصل بکنه، ولی او نمیتونه جای باباشو بگیره. باباش بالاخره تنها کسی است که از اون شورای انقلاب اول زنده مونده، یه ارتباطاتی داشته، سالها قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب بوده، ولی این پسره فقط آدم کشی بلده. یه آدم کش مریض هم دورش جمعن و من شک دارم حتی همه شهرهای ایران رفته باشه دیده باشه، برای اینکه از 14 سالگی توی باباش رئیس جمهور بوده و بعدم رهبر شده و اینا، تحت پوشش امنیتی بوده، تهران رفته و قم، یه دفعه هم لابد رفته لندن بچه دار بشه اینجور که میگن به همسال هم. ببینید یعنی اون امکانی رو هم که کشورداری لازم داره این پسره که نداره. آقای خامنه ای هم خودش نداشت، مریض شده قوز بالای قوز. یعنی فقط کرونا نیست که باعث شده ملاقاتاش همه مجازی باشه و آنلاین باشه و اینها. این دیدار با کاظمی اولین بود بعد از چند ماه که حضوری دیدار کنن، ولی اساسا به دلیل بیماری کاراش هم به اصطلاح کم کردن و اون وقت در نتیجه این شده که الان تو مملکت هر جا شما سر میکنی ببخشید سگ میزنه گربه میرخصه. یعنی این میگه اون یکی هوا میکنه، اون میگه این زیر بار نمیره، اون ساز خودش رو میزنه، حتی داخل یه ارگانا مثل سپاه مثلا این انجام میگه اون یکی نمیکنه، اون چه برسه بین ارگان ها و غیره. بنابراین میخوام عرض کنم که این بیماری ایشون و این دیکتاتوری جزء نگر و اون ضعف روحی که ایشون همیشه هم داشته که مسئولیت هیچ کاری رو نمیپذیره،
ترسوتر از این نیست که مدیریتش بیاد یه کاری رو بکنه وایس هم بگه من کردم، میره اون پشت آقایم میشه، بهش حالا مریضی و افسردگی و غیره هم شما اضافه کنید. این میشه که میبینید یه کشوری که در واقع در اون وقت با بحرانی مثل کرونا مواجه شده و اون وقت این ضعف مدیریت و ضعف لیدرشپ و راه بردن به خوبی خودش رو داره نشون بود. دکتر سازگارا، حالا از این ماجرا که بگذریم، یه خبر خیلی توجه من رو جلب کرد. اینا این همه به روسیه باج دادن، دریای مازندران رو بخشیدن، پایگاه شاهرخی رو دادن، ایستگاه دادن در بندرعباس، حالا کارهای مختلفی که کرد، ولی و روس ها اصولاً، خود شما بهتر میدونید، دستگاه امنیتی ایران و به خصوص سپاه رو روسا تدارک دیدن، به همین دلیل هم شیوه های اونا رو به کار میبرن، استفاده از زن پرستوها، نمیدونم آمپول های چیز مختلف، سروم ها، نمیدونم میکروب وایروس، همه کارهایی که روسا میکرده اینم. اون وقت روسا یک تبعه آذربایجان رو که در ایران آموزش دیده که جاسوسی کنه میگیره و به دولت آذربایجان تحویل میده. این یکی. دوم، در سوریه در همین چند روز دیدیم که اسرائیل چه ضرباتی به حزب الله و سپاه وارد کرد. بعدم آقای نتانیاهو رسما گفته با اطلاع آگاهی روسا بود و روسا در جریان. حالا من فقط میخوام اینجا بگم چه بازی روسا دارن با ما میکنن و این عاقبت این دوستی با روسا به کجا خواهد رسید. آیا صرف این که پوتین دوباره برای آقای ظریف تکرار کرده که مثل داستان عباس میرزا و بچه‌هاش که ولایت عهدی مجتبی رو تایید میکنن و حمایتش میکنن، این کافیه و روسا به این پایبند خواهد بود؟ نه، فکر میکنم این اتفاقا یکی از مهمترین حوادث سیاست خارجی ایرانه که این روسا در جریانه. یعنی روسیه قدرت خارجی بود که بیشترین دست گشاده رو در ایران داشت و داره هنوز، و معروف بود که آقای خامنه‌ای از روسا پیمان گرفته که قدرت خودش و پسرش رو حفظ کنه. یعنی اون کار زشتی که فتحعلی شاه کرد به ازای قرارداد ترکمنچای. اما مدتی است آقای دکتر نوری‌زاده، این مدت که میگم شاید بیش از یک سال گذشته است، روسا در این سیاستشون دارن تجدید نظر می‌کنن. روسا بعد از اینکه در سوریه با سپاه همکاری کردند، به این نتیجه رسیدن که سپاه اون سازمانی نیست که بتونه فردای ایران رو نگه داره. و بعد از این طرف هم دیدن، چون تجربه فروپاشی دارن، دیدن وضع مملکت به کجا داره میره و امکان فروپاشی کل نظام هست. روسا گفتن صراحتن هم که ما نمیخوایم مردم ایران دشمن ما بشن، بلایی که سر امریکا بعد از انقلاب اسلامی اومد سر ما بیاد. بنابراین به شدت دارن تجدید نظر میکنن. از سوی دیگه روسا در منطقه هم با اسرائیل یکی از بهترین روابط رو دارن. 1.5 میلیون از جمعیت 6 میلیونی اسرائیل روسی الاصل، یهودیان روسی الاصلی هستن که در مدارج بالا هم اتفاقا هستن. شوروی اولین کشوری بود اگر اشتباه نکنم که اسرائیل به رسمیت شناخت، یا دقیقاً جزء اولی ها بودش. اولی بود. تمام این سالیان هم روابط خیلی خوبی رو با اسرائیل داشتن. اساساً از این دیوونه بازی جمهوری اسلامی هم که اسرائیل محو شود، نمیدونم عربستان نابود شود، یمن تجزیه شود، نمیدونم یه مش تروریست درست کرده، روسا اصلا راضی نیستن. بالاخره یک کشوری هن، تجربه دارن، چه به شکل تزاری استعمارگر کهنه‌کارن، چه به شکل کمونیستی نصف دنیا رو چکشون رو گذاشته بودن روش، و چه به شکل جمهوری بالاخره سالها کار کردن، حرف زدن، میفهمن، میشناسن، تو این دنیا زندگی میکنن. سیاست خارجیشون هم در منطقه دوستی با کشورهای اسلامی و اسرائیل توامانه. روسا در این دنیا به هر حال میخوان زندگی کنن، روابط مناسبی هم با اسرائیل داشته باشن، هم با کشورهای مسلمان،
در منطقه استراتژی سیاست خارجیشونه و حاضر نیستن این رو پای شعارهای صد من یک غاز و مالی خولی های آقای خامنه‌ای بگذارند که اسرائیل باید محو شود، محور مقاومت و غیره. به همین دلیل هم مدتی است این رو دیگه همه میدونن، خود جمهوری اسلامی بهتر از همه میدونه، هر بار که اسرائیل حمله کرده به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی و شبه نظامیاش در سوریه، کاملا روسیه رو در جریان گذاشته، سیستم دفاع ضد هواییش رو خاموش کرده، اسرائیل اومده شخ زده رفته. اخیرا هم که آقای دکتر گفته شد که سه استان هممرزه با اسرائیل رو نیروهای روسی به زور از هوادارهای ایران گرفتن و در واقع همه اون سرمایه گذاری محور مقاومت که ما بعد اسد آدمکش رو نگه داریم به قیمت میلیاردها دلار و جان هزاران هزار آدم برای که هم مرز اسرائیل بمونیم، نمیدونم این بکنیم اون بکنیم، باد هوا شد، روسیه اون وسط وایساده و در واقع تو سر جمهوری اسلامی زده که حق نداریم کارو بکنیم، پشت اسرائیل نیست، پشت اسرائیل ایستاده. ظاهرا گفته میشه که این جور سراسیمه ظریف رو هم احضار کردن به مسکو که حتی در ملاقات آقای الکاظمی در تهران نبود. آقای لاروف میگن ابروش رو به اصطلاح 7-8 کرده بوده و ابراز ناراحتی شدید کرده از گرایش به چین نزد جمهوری اسلامی و در واقع اعلام مخالفت کرده مگر امتیازات عدیدهی به روس‌ها داده بشه که در صدرش خواستن که قرارداد ننگین قزاقستان که الان سالگردش داره میشه باید در مجلس ایران به تصویب برسه، برابر قانون اساسی باید این کار بشه، رسمی بشه. اون چهار تا کشور دیگه همشون کردن چون سهم ایران رو دارن برمیدارن میبرن، بنابراین ایرانه که باید در واقع ببخشه وسعتی بزرگتر از استان اصفهان و این کشورها و از ترسشون مجلس قبلی نبردن. این مجلس 11 باید بتونن از تو اینو درش بیارن و جرأت نمی دکتر یه لحظه اجازه بدید ببخشید. آره ما یک درنگ کوتاهی ناچاریم بکنیم بعد برگردیم، کلی امروز حرف داریم که با هم بزنیم، با ما باشید. با درود دوباره، بسیار زیبا بود جدایی اسدالله ملک، خانم غزل شعر نواب صفارو. البته این ترانه قدیمی است، مال اون زمانی که نواب صفا شعر میگفت، معنی کرمانشاهی، تورج نگهبان، کریم فکور، ابوالحسن ورزی، سیمین بهبهانی، ترانه سرایان ما بود. باری دکتر میخوام یه سوال دیگری بکنم خارج از ایران. این مسئله انتخابات آمریکا برای مردم ما، فکر میکنم هیچ کشوری در دنیا انتخابات آمریکا برایش اینقدر مهم نباشه، چه برای حاکمیت چه برای توده مرد. آقای بایدن خب حرفاشو داریم میشنویم و اینا، ولی آیا آقای ترامپ آدمی است که صحنه رو خالی کنه، اونم به بایدن؟ نظر شما واقعا چیه؟ نه آقای ترامپ که قطعا صحنه رو خالی نمیکنه، خیلی هم سفت و سخت ایشون معتقده که انتخابات رو برنده میشه. ولی ببینید سنجش افکار اگر ملاک باشه، خیلی هم مؤسسه تو امریکا هر روز سنجش افکار میکنن، الان اگر این سنجش افکارها ملاک باشه فردا صبح رأی بگیرند، آقای بایدن هم کل امریکا رأی بیشتری میاره به اصطلاح پاپولار ووت، هم اون به اصطلاح محاسبه رأی الکترال توی ایالت‌های سوینگ که فلوریدا، پنسیلوانیا، اوهایو، ویسکانسین، این ایالت‌ها الان مهمن برای اینکه معلوم نیست رأیشون چی بشه، همه اینا رو برنده میشه، از 2-3% اختلاف تا چندین درصد، 7-8% اختلاف. ولی خب تا زمان انتخابات 10 تا فرخ دیگه ممکنه بخوره، کما اینکه سنجش افکارها دوره قبل هم تا آخرین لحظه نشون میداد خانم کلینتون برنده است و بعدن معلوم شد خیلی کسا که به آقای ترامپ رأی دادن در سنجش افکارها نگفته بودن، دروغ گفته بودن و حالا به هر دلیلی، بنابراین واقعا نامعلومه. انتخابات مبارزه جانانه‌ایه در امریکا و سه تا
مناظره‌ای که دو کاندیدا بکنن مهمه، معاون اولها مهمن. آقای بایدن قراره هفته دیگه اعلام بکنه معاون اولش رو، کی قاعدتا گفته یک خانم خواهد بود، به احتمال زیاد هم سیاه‌پوست خواهد. به هر حال ببینید، اون چه که مهمه برای ما به عنوان ایرانی اینست که آقای بایدن اگر برنده بشه چه سیاستی در قبال نظام جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد. یک سندی منتشر شد در 80 صفحه، حزب دموکرات امریکا، حزب در واقع به عنوان فریم و چهارچوب سیاست‌های خارجی حزب دموکرات اون تو تبیین کرد. البته اینو عرض کنم، رئیس جمهورای امریکا خیلی حزبی نیستن وقتی میرن تو کاخ سفید، یعنی مثل احزاب سنتی نیستن احزاب دو تا حزب امریکا، به خصوص این که رئیس جمهور خیلی اختیارات داره و بره تو کاخ سفید به این معنی نیست که حتما در این چارچوب کار خواهد کرد. اما اینکه بیل کلینتون در خاطراتش میگه من صبح اولی که اولین نیوز بریفینگ و اون توجیه خبری رو برام کردن توی کاخ سفید فهمیدم خیلی چیزایی که تو انتخابات میگفتم شعار میدادم قابل اجرا نیست و باید عوضش بکنم. بنابراین این سند به معنی این نیست که حالا فردا آقای بایدن بره کاخ سفید همین اجرا خواهد کرد، ولی در اون قسمت ایران این سند حزب دموکرات صراحتا گفته که خب خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیست. البته اینو هیچ دولتی نمیگه خواهان سرنگونی دولت دیگه است، الا جمهوری اسلامی که میگه اسرائیل باید محو شود. هیچ کی تو دنیا همچین حرفی نمیزنه که توی کشور دیگه من میخوام مثلا دولتشو سرنگون کنم، اگرم حتی در عمل این کارو بخواد بکنه. ولی اونجا میگه من برمیگردم به برجام. این یه ابهام داره این سنه، این ابهام رو روشن نکرده حزب دموکرات امریکا که اگر آقای بایدن بخواد برگرده به برجام، برجام بالاخره یک محدودیت هایی داره، صراحتا درش ذکر شده که تحریم دیگه نمی کنن، تحریم ها رو بر می دارن، حتی بعضی تحریم ها رو اسم آورده در برجام که باید برداشت. بنابراین اگر بی قید و شرط بخوان برگردن به برجام، یعنی این فشار حداکثری ترامپ رو باید بردارن، تحریما رو بردارن، اون وقت با این سوال مواجهن که جمهوری اسلامی دفعه قبل که تحریماشو برداشتن و پول 400 میلیون یورو هم پول نقد آقای ترامپ به آقای اوباما به جمهوری اسلامی داد به اضافه پولی که آزاد کرده بود، جمهوری اسلامی اینو برد خرج تروریسم کرد. دیگه همه این انتقادو به اوباما میکردن که آقا دیگه پول کش تو هواپیما بذاری بدی ایران، این دیگه پولش صرف تروریسم میشه. و آیا این رو خب خود دموکرات ها مخالف تو همین داستان تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در کنگره وقتی قطعنامه گذروندن با اکثریت دو طرف راه رو در واقع دو حزب امضا کردن که دولت موظف بره نگذاره تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شد، ضمن اینکه وقت اسرائیل فشار خواهد آورد، عربستان فشار میاره، حتی اخیراً اروپایی ها هم بحث تروریسم و سیاست‌های تروریستی جمهوری اسلامی رو محل سوال قرار داده که اون وقت مشاورین خود آقای بایدن هم همین الان دارن میگن این سیاست فشار حداکثری کار کرده، جمهوری اسلامی بی پول شده، نمیتونه به تروریستای مثل حزب الله و حوثی ها و هشت و شبی و نمیدونم طالبان و اینا پول بده و در نتیجه منطقه خود نفس داره میکشه. و اگر بگه که نه من بر میگردم به برجام به شرطی که به اصطلاح یه برجام پلاس نوشته بشه، یه برجام دوم نوشته بشه که توش تروریسم و موشکی و این چیزان باشه، که خب این میشه هم سیاست ترامپ هم همین نمیده. بنابراین اینجای این سند مبهم گذاشته حزب دموکرات و من فکرم میکنم که من اگر خبرنگاری بودم و آقای بایدن رو میشوندم باش مصاحبه بکنم، اینو دقیق ازش میپرسیدم، بهش میگفتم شما اینجا باید روشن بگی برمیگردی به برجام به معنی این که مثل اوباما همه رو برمیداری و بعد اومخ ایران اگه برد خرج تروریست کرد میخوای چیکار کنی، و اگر ور نمیداری که خب این با ترامپ فرقی نداره. ضمن این که ما به عنوان مردم ایران برامون اولویت
اقتصادمون درسته، بعدم حقوق بشره، حقوق مردم ایرانه. یعنی حکومتی که متاسفانه اوباما چشمش رو بست، اوباما رضایت داد برنامه من و شما قطع بشه برای اینکه جمهوری اسلامی دلش شکسته بود و انتظار داشت قطع. اوباما رضایت داد که تو جنبش سبز بکشن، تو خیابون یک کلمه حرف نزنه. اوباما پای این که با خامنه‌ای بشینه یه سند امضا بکنه چشمش رو به آدمکشی حکومت در ایران بست و قابل پیش بینی است. ایرانیا که منتظر امریکا نمیشن برای پایین کشیدن جمهوری اسلامی، منتظر هیچ کشوری تو دنیا نمیشن و قابل پیش بینی است که ایران آبستن حادثه است، آبستن اعتراضات مردمه و حکومت هم به همین دلیل آرایش نظامی گرفته، زندان میکنه، همه رو فشار میاره. خب سوال در مقابل دولت آقای بایدن، یعنی این سند حزب دموکرات، این است که در قبال حقوق بشر مخواهی چکار کنه؟ یعنی به هر حال ببینید دو تا موضوع اساسی است که غایبه و من فکر کنم آقای بایدن بره در فرض برنده بشه و بره در کاخ سفید، اینطور نیست که این سند رو بتونه اجرا کنه. مواجه میشه با انواع اقسام فشارها که مهمترینش یکی صلح و امنیت منطقه است و بحث تروریسم جمهوری اسلامیه که از درون و بیرون فاسده، یکم بحث حقوق مردم ایران و مبارزه جانانه مردم ایران برای گذار از تئوکراسی حاکم به یک دموکراسی. یه پرانتز من فقط باز میکنم برای اینکه حق کاملا گفته بشه. در نشستی که اولین بار جمهوری اسلامی با امریکایی‌ها داشت در عراق، سفیر جمهوری اسلامی حسن کاظمی قمی جزء تقاضاهایی که روی میز گذاشته بودن یکی الغای برنامه تفسیر خبر آقای جمشید چالنگی بود و البته تاکید زیادی هم کرده بودن روی برنامه‌های خاصی که از تفسیر خبر پخش میشه و این کار رو آقای اوباما انجام داد. یعنی اون رفتاری که با چالنگی شد واقعا میگم حیرت آور. برنامه سازی که برنامهش 15-16 میلیون بیننده داشت اون وقت اینجوری کرده. باری بگذاریم. حالا نکته دیگه که من برام بسیار با اهمیته اینه که آقای سازگارا شما نگاه کن در مواضع اروپا هم ما داریم تغییری میبینیم. یعنی این نیست که اروپایی ها مثل گذشته در بس با جمهوری اسلامی حاضرن سر یک میز بشینن و سر یک سفره با هم دستشونو توی کاسه ببرن. میرسیم به چین. یعنی جمهوری اسلامی امریکا رو که ند، روس ها که تردید و هزار تا مسئله است. آیا واقعا این ماجرای با چین سرانجامی خواهد داشت؟ حالا غیر از که مردم ایران نخواهند گذاشت، ولی واقعا به سرانجامی میرسه این قرار داده؟ من فکر نمی کنم. ببینید چینی ها عجله شون برای جاس کتابه هاره، اولویت یکشون الان این که پول میارن و سرمایه اینا حرفه. اینا به این زودی ها عجیب چینی ها پول در نمیاد. اونا عجله شون برای اینیست که چون پاکستان حاضر نشد وقتی رفتار چین با سریلانکا رو دید، قراردادش رو زیر بار بره، بندر گواده رو بده، چینیا دنبال چابهار رو جاسکن برای اون طرح کمربند و راهشون. جمهوری اسلامی هم آقای خامنه‌ای که ناتوان در مقابل مردم دنبال طرح اینترنتیه و ماشین سرکوب چینیاست. چینیا در واقع سوالی نیست که خب چرا همجوری نمیدن، اونا گرو کشیدن، امتیازات میخوان و دست باز در سراسر ایران میخوان. این ماجرا هم از سمت روسیه الان مخالف داره، هم از اروپا مخالف داره و هم آمریکا. مهمترین معضل سیاست خارجی چین الان برخورد امریکاست در رهبری دنیای آزاد و مهمترین مسئله سیاست خارجی امریکا هم الان چینه و چین که در قصه ویروس کرونا به دنیا دروغ گفت و دنیا رو مبتلا کرد. چین که با رفتار وحشیانش و سرکوبش همه سازمان‌های حقوق بشری رو در واقع به جنب و جوش انداخته، به خصوص در حق مسلمانان چین، یا سایر کارهایی که چین به هر حال کرده و داره میکنه. من فکر میکنم آقای بایدن هم به شدت با مسئله چین مشکل درگیر خواهد بود. ضمن اینکه بایدن
ضد چین هم هست، یعنی بایدن هم کمتر از ترامپ با چین مسئله نداره و مشکلات عدیده داره با چین. بنابراین این مسئله، چون چین اگر امریکا این فشاری هم که رو هنگ کنگ شروع کرده ادامه بده و این موجی که در کمپانی‌های امریکایی هست که پاشون از چین میره، من الان در امریکا میبینم موجی در مردم امریکا هست که کالای چینی نمیخره. من بارها تو سوپرمارکت دیدم کسی برداشته، خود منم یک کیشا واقعا نگاه کرده دیده، حتی دم صندوق خود دیده ساخت چینه، گفته نمیخوام و صندوقدارم گفته خوب کاری میکنی. میخوام بگم این ماجرا، خب اقتصاد چین اگر آمریکا پاشو بذاره کنار، 8% کل صادرات چین تنها یک قرارداد با شرکت والمارت امریکاست. یعنی اگر امریکا پاشو کنار بکشه چین گرفتار میشه. ضمن این که در داخل هم علارغم این که فشار میارن، شما ببینید محسن امینزاده معاون وزارت خارجه بود، یار نزدیک آقای خاتمی هم بود، برداشت یه پاراگرافی نوشت، خیلی هم درست بود، نوشت آقا اونایی که فکر میکنن اگه چین بیاد تکنولوژی و سرمایه و غیره میاد، یادشون باشه کره شمالی هم هست. در واقع چین سالهاست کره شمالی رو نگه داشته، نه اونجا تکنولوژی هست، نه سرمایه، نه هیچی. خب مشرق نیوز که مال نیروی قدس سپاهه، مال دستگاه امنیتی، برداشت تهدید کرد، گفت شماها رو اگر مثل میدون تیانمین سرکوبتون کرده بودن الان این حرفا رو نمی‌زدن. یعنی تهدید. دکتر متأسفانه تا وقتمون تموم شد، ولی یادمون باشه این مسئله، نکته که دلم میخواد مفصل راجبش حرف میزدیم، دماوند بود و وقفی دماوند که حالا من و شما خیلی هم به این دماوند دلبسته، میگذاریم برای یه برنامه بعد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.